سلام و درود خدمت تمام عزیزان و سروران گرامی این ویدیو در مورد سنگ گارنت که قبلا هم یه توضیح کوچیکی دادم گفتم سنگای رنگ بنفش که جزوشون بود الان آوردم اینجا هست البته اینا ترکیبی از سنگای مختلفه با رنگ بنفش خب سنگ گارنت جزو سنگای قیمتیه تا نیمه قیمتی که بستگی به نوعش داره در درجه سختی هم یکی هم مثل سنگایی دیگه ثابت نیست حالا زیر و بالا داره یه بستگی به نوع سنگ داره و اینکه اون کانی که تشکیل شده کجا تشکیل شده و مواد درونش سختیشو تغییر میده که رنگای مختلفی داره رنگ سبزش نگینه زیبا و گرونی ازش درست میشه و نارنجیش هم بیشتر کلکسیونه را جمع میکنن یعنی جوری نیست که زیاد باشه گیر همه بیاد فقط آدمایی که علاقه دارن و کلکسیونر رستن میانی سنگو جمع میکنن یعنی ارزش این نداره که حالا کسی بخواد بخره و ازش نگین بسازه یا اینکه حالا همراه خودش داشته باشه نام سنگ گارنت هم از کلمه لاتین گرونا گرفته شده که به فارسی میشه شبیه به دانه یعنی شبیه به دانه انار اگه دقت کنی حالا اینجا اکثرا گذاشتم خیلی هم حالا تو تصویر مشکی دیده میشه ولی در کل رنگ بنفش داره یکی از حالا دلایلی که این نام گذاشتن یعنی یونانی های باستان گذاشتن چون به دونه های انار خیلی شبیه بوده اومدن و این سنگ رو به این نام دقت کنی به این نام گذاری کردن یعنی اومدن بر اساس حالا اون شکل و شباهتی که داشته اومدن و این نام رو روش گذاشتن و, و نماد عشق یعنی میدونستن میگفتن این رنگ حالا این رنگش با این دونایی که شبیه به اناره نماد عشق واقعیه دین اسلام هم در مورد گارنت گفته گفته سنگ آسمانیه که از آسمان چهارم اومده و آسمان چهارم رو روشن میکنه دین اسلام در مورد این سنگ هم گفته حالا روایتش یا حدیثش نمیدونم درسته یا نه فقط چیزی که خوندم داستان و افسانه زیادی هم به این سنگ میگن حالا میگن حضرت نوح موقعی که نور کافی نداشته برای هدایت کشتی فانوسی از جنس سنگ گارنت داشته که چهل روز از این سنگ برای حالا هدایت کشتی یعنی اون فانوسی که از این جنس بوده از نورش برای هدایت کشتی استفاده کرده خب دوران باستانم بیشتر این سنگ و نماد روشنایی مسیر و به صورت نمادین هم همراه خودشون هم میکردن در طول تاریخ هم سنگ گارنت جز پرکاربردترین سنگایی بوده که حالا به خاطر استحکام و قابلیت تراش و تنوع رنگی که داره مثل یاقوت هفت رنگ اصلی رو داره البته رنگای ترکیبی هم داره که در ادامه بهتون هم رو میذارم ببینین هم رو بهتون میگم و یکی از قدیمی ترین سنگ هایی که یافت شده مربوط به یه قبر اسکلت جوانی که مهرهای شبیه به دونه انار میگن تو قبرش پیدا شده و قد... قدمت سنگهایی که حالا با کربن 14 انجام دادن بر به سه هزار سال پیش از میلاد یعنی قدمت اون سنگ هایی که تو اون قبر حالا قبر اون جوان کنار اسکلتش یافت شده برمیگرده به سه هزار سال قبل یعنی اولین سنگای گارنت که حالا میگن مورد استفاده شاید قبلتر باشه فعلا که حالا این سنگی که حالا کشف کردن دستگاه هم که آوردم مثل همیشه سختیش هم براتون بگیرم و حالا یه چند تایی سختیشون رو بهتون نشون بدم سیستم سنگ گارنت بلوریه مثل اونا مکعبیه یعنی تو طبیعت ولی اینا الان که میبینین تراش خورده است موقعی که یافت میشه حالت دونه انار چه شکلیه همون شکله و سختیش هم بین 6.5 تا 7.5 یعنی حالا شایدم یک کم نیم بالاتر نیم پایینتر امکانش هست که بین 6.5 تا هفت و نیم در مقیاس موس و دلیل تنوع رنگی سنگ گارنت هم به خاطر عناصر حالا شیمیایی و ترکیبات که موقع تشکیل حالا هر فلزی که کنار اون سنگ بوده اون رنگ رو به خودش گرفته و الان اینایی که من آوردم 90 درصدشون بنفشه حالا حتی قرمز هم دارم ولی کمه ولی بیشترش رنگ بنفشه داره این یکی که دقت کنید همشون رنگ بنفشن حالا رنگ قرمزشون هم هست و بیشتر تو حالا لایه های رسوبی جایی که گرانیت و پگماتیک ها و گرانودیت ها یافت میشه اینجا بیشتر حالا تشکیل میشه مشخصه گارنت هم و تراپیزوهدرون دوتا کانیه که اینو به این شکل در میارن در اصطلاح گارنت به بلورای قرمز از نوع آلماندین و پیروپ میگن اصطلاح حال آمیانش اینه و بیشتر سنگایی حالا که پیدا میشه سنگای رسوبی و دگرگونیه اونجایی که حالا میگن لایه زمین که آتش فشانی بوده تو تشکیل اونجا بیشتر یافت میشه یعنی اگه کسی بخواد دنبالش بگرده هر جایی مثل سنگایی دیگه یافت نمیشه و باید فقط جاهایی که لایه رسوبی و دگرگونی موقعی که آتش فشان حالا فوران کرده یا اونجا منطقه آتش فشانی بوده اگه بخوای بگردی گیر میاد در برابر حوازدگی هم خیلی مقامه الان اینایی که من پیدا کردم از دوره هخامنشی تا دوی سال پیش هم هست ولی تا الان یه خراش هم روش نیفتادید یا اینکه بخواد تکه تکه بشه به خاطر سختی که داره در برابر حفاظ دیگه حالا فیزیکی یا مواد شیمیایی خیلی مقاومه سنگ گارنت رنگ مختلفی داره عناصری که حالا باعث شده این رنگ ها در بیاد خیلی زیادند و نمیشه بگی که حالا یه عنصری مثل آهن یا عنصری مثل مثلا مثل آلمینیوم یا فسفات آلمینیوم باعث مثلا این شده چون هر هفته رنگ اصلی وجود داره نمیشه اونا رو بگی که حتما فقط این یه عنصر یا این یه فلز باعث به وجود اومدن چون رنگ های ترکیبی هم داره مثلا رنگ قرمز و قهوهی آهن باعث شده که مثلا به این رنگ در بیاد ولی رنگ های دیگرش مثلا نارنجی و صورتی منگنز مثلا زرد کلسیوم سبز آلومینیوم، کروم یا واندیوم باعث شده که مثلا سبز بشه و ترکیب رنگ های دیگه هم تولید میشه مثلا مخلوط آهن و کروم گارنت ارغوانی در میاد یعنی اگه این دوتا فلز کنار سنگ باشن موقع تشکیل رنگ سنگ گارنت به صورت ارغوانی میشه یعنی این رنگ هایی که حالا ترکیبی به وجود میاد دیگه خیلی کمیابتره و گرونتره مثل سنگایی هم هستن که از حالا رنگ ارغوانیش هم گرونتره اسپارتاسین که غنی از رنگ نارنجی و قرمزه یعنی مخلوطی از نارنجی و قرمز که ماندارین هم بهش میگن سنگ گارنت حالا بر اساس ترکیبات شیم... شیمیایی که داره به دو دست تقسیم میشه یعنی زیرگروهش زیاده ولی دستی اصلیش دو دست است زیرگروهش سیزده چهار دست ها که بخوام توضیح بدم خیلی میشه و تایم تا ویدیو هم خیلی بالا میره دسته حالا دسته اول پیرالسپیپه که گارنت پیروب و آلماندین و رودولیت و اسپاستین جزشونه دست دوم یوگراندیته که گارنت یوارویت اندرایدیت و سنگای معمولی هم که زیر مجموعه این دسته است هستن حالا به نوبت رو تو ویدیو قرار میدم که حالا بفهمین دستی اول و دوم رنگاش چه شکلیه بیشتر برای دانه تسبیح و حالا کندکاری برجسته روی نقاشی استفاده میشه اینا هم که میبینی اکثرا مثل دانه تسبیح و سوراخ هم داره ولی یه تعدادی کم مثل این یکی فقط نگین انگشتر بوده که از یه قلعه دوره اشکانی پیدا کردم فقط همین یه دونه بدون سوراخ دیگه 99 درصد اینایی که اینجا گذاشتم سوراخ داره مثلا این یکی رنگ نارنجی قرمز داره حالا تو تصویر اگه یکم دقت کنیم مشخص میشه ولی بقیه اکثرا بنفشه و به خاطری که بنفشش بیشتره و یه رنگ خوش رنگی هم هست بنفشش به خاطر همین بیشترین رنگ و حالا دوران باستان به نفش استفاده کردن اونا چون کمیاب بوده هر کس نداشته که بخواد بگیره یا حالا هر کسی بخواد بخره زخایر گارنت هم بیشتر تو کشورهایی مثل آمریکا و هند و چین و استرالیا است کشورهایی که بیشتر این سنگو دارن و حالا تو دنیا نروژ هم پیدا میشه و حالا بزرگترین سنگی هم از که یاف شده تا الان 3500 کیلو بوده که ارتفاعش هم البته سنگ کامل گارنت نبوده ترکیبی بوده یعنی حالا شاید یه قسمتش کامل بوده یه قسمتی که از اون بوده ناخالصی هم داشته که 3500 کیلو بوده ارتفاعش هم میگم دومت متر بوده سال 2009 یاف شده و یکی هم که دوباره یاف شده 325 قیرات بوده که یعنی اگه بخوای به گرم حساب کنی هر پنج قیراتی میشه یک گرم 325 رو تقسیم بر 5 کنی به دست میاد که شرق آفریق آفریقا یافت شده تو ایران هم هست مثل تکاب کوه گبری ربسنجان و آذربایجان کرمان خراسان همدان و دو تا استان دیگه هم هست که یافت میشه ولی نه به کیفیت میانمار یا آفریقا چون اونجا حالا زمینش جوریه که میگن قدمتش بیشتره و بهترین سنگا هم که یافت میشه میانمار و آفریقا هستش خواص زیادی هم داره برای فعال سازی چاکرای ناف یا همون چاکرای سوم و چاکرای قلب که میشه چاکرای چهارم بدن هفتا تا چاکرا داره و اینوی که حالا میگن هر, رنگش البته برای یکی از چاکره ها خیلی حالا میگن خوبه و باعث فعال سازیش میشه مثلا رنگ سبزش برای چاکره قلبه که همون چاکره چهارم هم میشه و رنگ نارنجیش برای چاکره ریشه که همون اوله و بین پاها قرار داره و حالا رنگ دیگه هم هست مثلا همین نارنجی چاکرای اول چاکرای مثلا تحال و اندام تناسلی که میشه دوم چاکرای نافم میگه فعال میکنه خواص درمانی زیادی هم داره مثل سنگایی دیگه و باعث میشه که میگن اگه دستت باشه باعث موفقیت میشه و حالا تو هر چیزی مثلا اگه تو تجارت هستی یا تو مثلا حالا کسب و کار هستی همراهت باشه میگه باعث انرژی که داره باعث حالا موفقیت تو اون کار میشه و حالا برای سلامتی جسمانی و تقویت و این چیزا هم کاربر داره که گفتم هفت رنگ البته رنگای ترکیبیش هم خودش یه دنیای حالا زیادی خواص داره که خیلیه یعنی من یه چیزی میگم اگه بخوام براتون بشینم بگم فقط باید 20 دقیقه بشینم فقط خواص و حالا اون چیزایی که برای درمانی حالا جسمی روحی اینا هست تو 20 دقیقه باید بشینم فقط همین خواصشو بهتون بگم و کلا خاصیت برای درمان روح و درمانی جسمی و اندام جسمی حالا برا برا و حالا برای چاکرا برای همه اینا عالیه و سختیشم الان بگیرم ببینین دستگاه هم چیزایی که خواستی که گفتم خیلی الان یه تعدادی کمش فقط گفتم ولی بیشتر از اینه از چیزی که الان گفتم خیلی بیشتره و سختیش هم یه چیزی بین شیش و نیم تا هفت و نیم هست البته هر کدوم بستگی به ترکیباتی که حالا تو این سنگه بستگی داره موقعی که دستت بخوره به اینجا میبینی بوغ میزنه باید موقع تست حواستون باشه که دستتون نخوره خب اینم سختی سنگ گارنت خب لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره حمایت کنی سوالی چیزی هم باشه تو ویدیوهای بعدی در خدمتم تا سلامی دوباره یه سنگ دیگه یا آموزش دیگه بدرود